اومدیم یه مارکت خیلی بزرگ بهش میگن آسای، حتی لاستیک هم داره. ببین ببین اینقدر بزرگه، یه فکرشو بکن. از خیلی فروشگاه‌های دیگه میان اینجا به صورت عمده اینا بهشون جنس میدن. قیمتاش بگم چی؟ واقعا نصف نیست، ولی خیلی قیمتش پایین‌تره نسبت به جاهای دیگه. جالبه ما اینجا فقط به خاطر اون برنجی که لازم داریم اومدیم، وگرنه اجناس دیگه رو حالا زیاد خرید نمی‌کنیم. البته ارهان چند تا اینجوری برداشته استفاده می‌کنیم دیگه تا اینجا اومدیم. آره دیگه مخلص همگی، واقعا خیلی خوبه اینجور فروشگاه‌هایی تو همه جا باشه. جالبه فقط نمیدونم لاستیک اینجا چیکار میکنه وسط این همه مواد غذایی، لاستیک چی میگه؟ ببین چرخاشون هم حتی متفاوته، خیلی پهنه. مردم بتونن قشنگ پر کنن، حسابی خرید کنن. فضا اینجا به قدری بزرگه نگم. یه مارکت خیلی معروف است توی این سان پائولو که اکثر آدمای پولدار میرن اونجا، سانتا لوئیزا بهش میگن. آره هم ما بعضی وقتا اونجا خرید میکنیم. ما پولدار نیستیم، ولی خب بعضی اجناس هست اونجا فقط داره. نبگم آقا ما میریم اونجا. آره او اگه با اونجا مقایسش کنی قیمت ها، فکر کنم واقعا نصف کمتره، اینجوری بگم بهتون. خیلی خیلی اینجا نسبت اونجا دیگه ارزون تر در میاد. هر بار این برزیلیا از ما میپرسن کجایی هستی، میگیم ایرانی. بعد یه حبیبی فهم کنیم مثلا عربی، ولی نه با میگم ایران. بعد اینقدر قیافمون تابلوه، حالا از پوستمون، چهرمون، لباسمون، همه چی در جا از 4 کیلومتری میدونن ما خارجی هستیم. حالا جالبه خیلی اینجا دیدم ایران رو واقعا نمیشناسن، ولی بعضی ها که شناختن خیلی براشون باید میگم واو ایران اینجا چیکار میکنی؟ براشون خیلی عجیبه من اینجا چیکار میکنم. بس میگه بابا ایران اینجا داره چیکار کنه؟ میشنم چی میگه؟ حالا شما پرتغالی برد نیستیم میگه چی میگه؟ اصلای اجناس هست تخلیف میکنه اینا قیمتاشو میگه یا آقا اینو بردار اون میزونه اونجوری کلان قیمتش رو به تخلیف کنه. اومدیم یه مارکت دیگه، مستر مارکت. خیلی مردم برزیل خوش برخوردن، آدم انرژی میگیره میاد بیرون، کیف میکنه، این برا نگاه میکنه، اون برا نگاه میکنه، همه سلام سلام سلام، تا آدم انرژی میگیره. نمیشناسه، نمیدونه تو کی کجایی، هم میگه علیکی سلام، میری تو آسانسور میگه اولا اولا بوا ترجی، یعنی سلام سلام بعد زور بخیر، بانوی چی یعنی شب بخیر. بعد وقتی میری میگه چاو 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 چاو، یعنی خدافظ خدافظ. خیلی باحال، خونگرم، مهربونن. ولی این راننده اوبری که من الان استودیو قبلی در عصبانی شدم اینجوری حرف میزدم، خیلی بد برخورد بود اولین بار بودی، البته حرف نمیزد بنده خدا، مثل اونا انقدر که خوبی کرده بودم مهربونی کرده بودم، این چون هیچ حرفی نمیزد فکر کردم این عصبانیه. آره من خودم اینطور عصبانی کردم اینجوری قیافمو گرفتم. آره دیگه خیلی باحاله، این خیلی خوبه. چیزی که توی برزیل آدم دوست داره همینه، کیف میکنی. بالاخره یافتی. همینه. آره آره بابا این برنج تو برزیل خیلی خوشبوه. اینم هندی دیگه واسه یعنی بهتر از بقیه است. خیلی آره برنج خمش. ایرانی تموم کردیم دیگه، خیلی آورده بودن بچه‌ها. حالا میان مشتری هم بعد خدا رو شکر از بچه‌ها میان، میگیم بیارن دیگه، منتظریم تا بیارن دیگه. چی سه تا بسته؟ نه نه بیا بذار باشه، البته هفته آینده اینه بند خدا میان میارن، یه هفته بسته مونه. نفس بابا جیگرتو بخورم من الانوری قشنگم، الانورم دندون در آورده، الانورم الانورم. آه خیلی وقت که نه حالا یه نمیشه، ای بیشتر شده دندونش. یه نگاه به ما کن الانور جان، الانور ای بابا فدات بشه. واقعا هرچی فکر میکنم این برزیلم قشنگه، باحاله. حالا نگاه نکنیم من زیاد جای جالب نرفتم، این برزیل به خدا یه لوکیشنایی داره
اصلا همچی چیزی ندیدی، بعد به قدری بزرگه. حالا میرم انشالله، بذار یه ذره، حالا بچه کوچیک بود گفتم یه ذره خودشو بگیره میریم. اول که میای حالا توی سان پائولو یا مثلا میری ریو، درست جای قشنگ داری خوده، بعضی جاهاش تو ذوق آدم میخوره و اول روز اینجوری، ولی خب وقتی میمونی عادت میکنی، خیلی دوستش داری. یعنی من خدای خیلی الان برزیل رو دوست دارم، شاید اول روز اینجوری نبودم. مردم خودشون، مردم برزیل مسافرت نمیرن، کشور دیگه نمیرن که. اونجوری نیست بگه برن آمریکا این ور اون ور، پاسپورت شما قدرت داره میتونن به جا برن، ولی نمیرن. انقدر اینجا جای باحال و تفریحات داره. پرتغال، پرتغال تامسون نه، ولی برزیل میوهاش خیلی خوشمزه. البته بعضی جا میبینی بیمزه هستن، ولی خب مارکت های خوب به قدری خوشمزه است. انقدر باحال این پرتغال و شیرینه. تا حالا همچه پرتغالی من اینجا نخورده بیدم، حسی اصلا نداره. برای الانور پرتغال خیلی بهش میدم، ویتامین های خوبی داره، جانمش خیلی. آقا قد رو ببین، الهام در مقابل اون آقای خیلی با نمکه کسکوپه. همیشه میخوای چک کنی ببینی هندونه خوبه قرمزه، اونجوری بزن ببینی چه صدایی میده. این قرمز قرمزه. من هندونه فروشی کردم آقا. آقا پاپایا خیلی میوه پرخاصیتیه، واقعا اینو جدی میگم. اگه نزدیکتون چه میدونم پاپایا بود، حتما برداریم. برای بچه هم خیلی خوبه، من برای اعلانون همیشه براش میخرم. دکتر گفت پاپایا بهش بده. خراب کردیم؟ اعلانور از رو کالسکش فقط گریه میکرد، میگم منو بیارین بیرون. منم گفتم کالسکتو الان برمیدارم میبرم میدم به نینی. حالا میخوام الان سپرایزش کنم ببینم عکس‌العملش چیه. یهو برم، البته بعید میدونم عکس‌العمل نشون بده، اینا خیلی کوچیکن فعلا. الانور، الانور اصلا براش مهم نیست در حال چیه؟ خرید کردن پودر خامه دستشه. کابریگادو بیو کل حساب 728 ریال شد، این نزدیک 7,500,000. الهی هزار مرتبه شکر خدایا. وقتی میای خرید میکنی، میتونی قدرت خرید داری، یه چیزی بخری برای خونه، روزی هزار مرتبه شکرگزار باشی. الهی هزار مرتبه شکرت پروردگار. واقعا خدا رو شد. جیگرهای من، جیگر طلاهای من بایدتون بشن. مامانو نزن، مامانو نزن.